میدونستی توی فیلم بالا رو نگاه نکن، لئوناردو دیکاپریو با یه زن 40 ساله ازدواج کرده. این تایید میکنه که فیلم کلن تخیلیه، چون برای دیکاپریو غیر ممکنه که با زنی مسنتر از 25 سال باشه. میدونستی توی فیلم آستین پاورز جاسوسی که مرا تکان داد، این سکانس پرتاب موشک به سمت فضا در از تکهای فیلم برداری شده از لحظه پرتاب آپولو 13. در ضمن حال روحی منم خوبه، ممنون که پرسیدید. یه نکته جالب توی کارتون مرد خانواده اینی که در سال 2009 میلادی مرد خانواده اولین کارتونی بود که بعد از عصر حجری‌ها نامزد دریافت جایزه‌ای برای یه سریال کمدی شد. میدونستی اینو؟ یکی از پیشبینی‌های توی کارتون سیمسون‌ها اینه که هومر سیمسون قانون هیگز بوزون رو قبل از همه اثبات می‌کنه. در فصل 10 قسمت 2 هومر می‌خواد مخترع بشه و روی تخت سیاه قانون هیگز بوزون رو ثابت می‌کنه. هومر در سال 1998 میلادی و ریاضیدان‌ها در سال 2012 میلادی قانون رو کشف کردن. نظرتون در مورد این چیه؟ من پشمام داره می‌ریزه. میدونستی توی انیمیشن بالا اگر به پشت ساعت آلارم داره کارل نگاه کنید، چند تا جعبه قرص میبینید که اسم شرکت تولید کنندش لاکسو دراگزه که یه اشارهی به انیمیشن کوتاه پیکسار لاکسو جونیور داره. میشه فالو رو هم بکنی؟ میدونستی توی فیلم هری پاتر تالار اسرار بازیگر مرتر که کاراکترش آه و ناله میکنه شلی هندرسونه که در زمان ساخت فیلم 37 سالش بوده و علت اینکه فیلمسازا یه زن سمبار رو برای این نقش انتخاب کردن این بود که نیازی نبود در قسمت‌های دیگه حضور داشته باشه، درست برعکس کاراکتر اصلی که در همه فیلم‌ها حضور داشتن و سنشون خردخود رفته بالا برعکس مرتر. میدونستی توی فیلم جنگ ستارگان نیرو برمیخیزد، هان سولو وقتی وارد مقر استار کیلر میشه کتش رو پرت میکنه روی زمین و زمانی هم که داره برمیگرده چوباکا برش میداره و میده دستش کتشو. هریسن اینجا تعجب کرده چون این کار چوباکا توی فیلم نامه نبوده. Execute Order 66. یه نکته جالب توی کارتون ماجراهای داک اینه که علت اینکه لوگوی این کارتون برگرفته از لوگوی ایندیانا جونز اینه که اردک‌ها هم مثل ایندیانا جونز از مار میترسن. چه ماری داری؟ میدونستی توی انیمیشن قرمز شدن وقتی که میلن میپره رو هوا تا به کنسرت مورد علاقش برسه یه فرم خاصی به بدنش میده که برای طرفدارای پیگیر انیمه آشنا میزنه؟ این برای اینه که همون حالتیه که ماکوتو کانو موقع پریدن توی انیمه The Girl Who Leapt Through Time میگیره به خودش. میدونستی توی فیلم بتمن علیه سوپرمن، بتمن برای اینکه برای با نبرد با سوپرمن آماده بشه یه بمب دوزو درست میکنه و روشون مینویسه بی پی که اسم شیمی مسه، چون با توجه به گفته های کامیک دی سی سوپرمن نمیتونه توی دود مس یا اون طرف مس رو ببینه.